هموطن عزیز، قبل از اینکه بخوایم با آقای منصور موسوی باشیم، از سمی جان خواهش کنم. سمی جان دعای برکت بکن برای آمین. مردم ایران، برای ایرانیان، برای آمین. با فیض خدا که شاهد سرنگونی 100% نظام اصلاحی باشیم. آمین. بفهم آمین. خواهش خداوند را شکر می کنم، در روز زانو می زنم و میگم عاشقتم پدر جان. تو شایسته. شکر می کنم برای آنچه که بر روی صلیب کردی، جان عزیزت رو دادی و بعد از 3 روز قیام کردی که مرگ رو از همیشه از ما بگیری خداوند، تا تو جلال پیدا کنی پدر جان. شکر می کنم برای مردم سرزمینمون ایران پدر جان که عاشقن، ولی خداوندا روح شریر در اونجا تسلط داره خداوندا، نهیب میزنم به اون روح شریر و واقعا سرنگونی اون روح شریر رو میخوام خداوندا باشه که دیگرانی که در حکومت هستن اونها هم نجات پیدا کنن پدر جان. آمین. تا تو جلال پیدا کنی ای مسیح من. برای مهمان عزیزمون دعا میکنم که سالها در ایران زحمت کشیدن و یکی از عزیزانی هستن که خداوندا به مردم کشورمون خدمت کردن خداوندا باشه که با روح قدوس این برنامه رو برکت بدی، با این مصاحبه تو بر نام تو جلال پیدا کنه مسیح من، و همه اینا رو به نام قدوس عیسی مسیح زنده پدر جان من و کش رسول عزیزم به حضور دوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. 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 آمین که با ایمان دریافت خواهیم کرد. درود میفرستم خدمت آقای منصور انسانلو، فعال درست سندیکایی در ایران که در شرکت واحد بودن. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما و همراهان گرامی و از دعاهایی که کردید قدردانی میکنم، همچنین عزیز. از این برنامه خوب تلویزیونی که با مردم درون ایران میتونیم گفتگو بکنیم عزیزم. و اینکه یک برنامه است که خوشبختانه سانسور نداره و در جهت دفاع از حقوق مردم ایران، آزادی ایران و دفاع از ستم دیدگان ایران هم سخن میگوید و سانسور نمی کند. یکی از تأسفهای من این بود که در گذشته با برخی از جریانهایی که حالا به هر نوعی با هر اندیشه مذهبی که داشتند دائما تأکید میکردن نه ما حق نداریم در سیاست دخالت کنیم و این خب آدم مثل من رو میرنجون، چرا که این سیاست هست که تمام زندگی ما رو در دست خودش داره. هر تصمیم سیاسی که حاکمان در هر جای دنیا میگیرن زندگی ما مردم عادی رو تغییر میده، یا بهتر میکنه یا بدتر میکنه. پس چگونه میشود که به عنوان یک انسان، تازه انسانی که رو به مذهب و خدا دارد، که با بیشترین بار مسئولیت به دوشش میفته که یکی از برگزیدگانش تاج بر خار بر سر میگذارد، یعنی تاج همه ستمی که بر همه مردم میرود و میایستد که بگوید که انسان مسئول است و انسان باید تغییر به وجود بیاورد، بعد یه عده متاسفانه از این مسائل میخواهند بگریزند. برای من خوشحالم با کشیش رسول عزیزم هستم، برنامه خوب امید جاودان رو داریم و اینکه بتونیم یک صدایی از صداهای مردم ایران باشیم که ستم دیدن ولی ستم پذیر نشدن، تسلیم نشدن و هنوز هم دادخواهی میکنند و با این دادخواهی خودشون رژیم اشغالگر و ضد انسانی و ضد دینی، حالا برای دینداران ما بگوییم ضد خدایی رژیم اسلامی رو میخوان تغییر بدن و یک رژیم عادلانه و انسانی رو حاکم بکنن. آمین. سپاسگزارم از اینکه منو همراه خودتون دارید. خواهش کنم. ما هم سپاسگزار هستیم. آقای منصور انسانلو یکی از حقیقتا فعالین سیاسی بسیار فروتن هست. من بارها به خودش گفتم ایشون سابقه تاریخی خدماتشون برمیگرده به پدر و پدر بزرگشون در سالهای گذشته که همیشه دلسوز کارگران بودن و بعد از انقلاب هم میبینیم که این مسئولیت، این رسالت به دوش آقای منصور انسانلو و همچنین برادرشون این خانواده قرار گرفت و حتی برادرشون در این قسمت متأسفانه ایشون جانش رو از دست دادن، شهید شدن، ولی خود آقای منصور انسانلو با شکنجه های بسیاری که شده، حتی یک بار زبان ایشون رو متأسفانه مأمورین جمهوری اسلامی بریدن و فیلم ها هستش، ولی من شاهد سخنرانی های دلیرانه ایشان در ایران هستم و بودم و از قلب منصور جان من باخبرم. قلبی بسیار زیبا دارن که تو در قلبشون عشق خدا هست، عشق مردم هستش،
و ایمان دارم که خداوند از ایشون داره استفاده میکنه برای آزادی ایران و آمین. برای اینکه بتونه اون انصاف و عدالت رو در موقعیتی که برای کارگران رنج دیده هست رو مهیا کنه. باشه که با آمین. فیض خدا شاهد خدمات بزرگتر شما در ایران آزاد باشیم. آمین. آقای منصور اونسالو، با توجه به اینکه در روزهایی هستیم که داریم میبینیم این آشوب انتصابات در ایران چه قلقله ایجاد کرده و چه شرایط رو ایجاد کرده که حتی افراد جمهوری اسلامی به جون هم افتادن و شاهد بر این هستیم که به اصطلاح این کاندیدی که الان به عنوان رئیسی میگن احتمال داره ایشون هم انتخاب بشه، البته خب اینها همه انتصابات هست، انتخاب که نیست، انتصابش کردن از گذشته، تمام تصاویر و عکس هایشون هم پاره کردن تا مرز که دیگه خود ایشون دستور داده که عکساشو از توی خیابون ها جمع کنن. خوشحال میشیم که در این رابطه صحبت بفهمیم. تو آقای منصور بعد بعد در خدمتتون هستیم. آقای منصور استاد سپاسگزارم که اتاق فرمان همراهی میکنن، یه مشکل خش. برقی برای من پیش اومد اینجا که کمک کردن حل شد. ببینید پرسش که شما میکنید بسیار اهمیت داره، مخصوصا در این دور زمانی که اکثریت بالای 90% مردم ایران از 2 اسفند 1398 در انتصابات مجلس پیشین رژیم شرکت نکردند و به نوعی نشون دادن که دیگه این رژیم اقلیت خیلی کوچیکی شده، اونم طبق آماری که خود کسایی که پای صندوق‌های رژیم بودن از بین معلم‌ها، از بین برخی از کارمندان ادارات مثل شهرداری و حتی همین شرکت واحد که اون زمان هم ما بودیم می‌دیدیم که برخی می‌رفتند، و این بیانگر این است که رژیم اسلامی در یک سقوط کامل فراهم گرفت قرار گرفته و مردم با استفاده از امکانات اینترنتی به خصوص که دست کم حتی ضعیف هم میشه به وی پی ان هم احتیاج دارن و همین تلویزیون های ماهواره ای با حقایق زندگی همدیگه آشنا میشن، با مبارزات آشنا میشن، با مبارزان آشنا میشن و نمیگذارن که اون سکوت حاکم بشه در ایران. به همین دلیل میبینیم که رژیم در این پروژه انتصاباتیش این بار کاملا شکست خورد. بسیاری از مادران دلاوری که ما داشتیم در بین خانواده های کشته شدگان و جانبخشان راه آزادی در همین آبان خونین و در هواپیمای اوکراینی که با موشک زد سپاه و از جانبخشان راه آزادی در زمان دیماه 96 و کشته شدگان در زندان از آغاز همون سال 57 تا به امروز به هم پیوستن و کمپین رای بی رای و نیب جمهوری اسلامی و نیب انتصاباتش رو پیش بردن که الان دیگه میلیونی شده و ویدیوهایی میاد که جوانان شجاع توی خیابون بلنگوهای رژیم رو میگیرن و میگن مردم ما رأی نمیدیم، شما هم رأی ندید، و اینا رو رژیم هم داره نشون میده و نمیتونه دستش درده، چون اینترنت داره همه اینا نشون میده. یکی از اون پروژه هم که گفتید، بله، هزاران هزار بنرهای آقای رئیسی و بقیه این جنایتکاران رو جوونا پاره کردن، آتش زدن و ویدیوهاش پخش شده و این باعث شده که رژیم عقب نشینی کنه به بهانه اینکه ما نمیخوایم هزینه بکنیم، دیگه بنرها رو دارن جمع میکنن و نمیخوان که ویدیوها پخش از آتش زدن اینها، پاره کردن اینها، و ترس مردم هر روز بیشتر داره میرزه برای حضور در میدان نیب انتصابات رژیم و نیب جمهوری اسلامی. آمین آمین که با فیض خداوند شاهد این خواهیم بود که مردم در این اتحاد قرار خواهند گرفت که با هم در یکدلی در برابر نظام اسلامی بایستند. فراخوان‌های بسیاری از تمام اپوزیسیون چه داخل و چه خارج شده و آخرین فراخوانی که من دیدم از شاهزاده رضا پهلوی نیز بود در کنار فراخوان‌های گذشته ایشون. آیا نظر شما در تو با فراخوان رضا شاه در شاهزاده رضا پهلوی نسبت به
این موجی که ایجاد شده رو چگونه میبینی؟ سپاسگزار میشم. ببینید، به هر حال ایشون یه شخصیتی هست، شناخته شده هستن و خب سوابقی که از دوران پدرشون، پدر بزرگشون هست و یادآوری میکنن مردم، یک مقایسه میکنن بین زندگی که الان دارن پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها برای بچه ها و جوانترها دارن میگن بعد از این 40 و یکی 2 سال، و این مقایسه به هر حال باعث میشه که مردم از ایشون خوب توقعهای زیادی تری هم داشته باشن. خب ایشون هم در حد توانش داره کار میکنه، زحمت میکشه، پیام میده و به هر حال اینکه اگه واقعا کسانی با این رژیم پلید مخالفن، مثل همون مادران دادخواه، مثل صدها مادری که الان دارن خودشون ویدیو میذارن پخش میکنن، مثل هزار جوانی که الان دارن میرن و پوسترهای رژیم رو پاره میکنن، صندوقهای رژیم رو مورد حمله قرار میدن، رژیم رو میترسونن از حضور خودشون، تا جایی که خامنه ای حتی میاد نزدیکترین کسان به خودش رو هم میگه آقا اینا رو هم حذف کنید مبادا که یه نیروی از بین اونا هم حتی پیدا بشه، هم استمرار طلبان رو، تاجزاده ها رو، احمدی نژادی ها رو، لاریجانی ها رو، همه رو حتی خودشون از بین خودشون قلقم میکنن میریزن بیرون. این نشون میده کسایی که نیازی به هیچ فراخوانی هم ندارند کار خودشون رو کردن که رژیم رو به این عقب نشینی های بزرگ وادار کردن، که رژیم حتی در بین طرفداران خودش مجبور شده این همه عقب بنشینه و فقط 5-6 تا مهره ناشناخته درجه 2 درجه 3 رو بیاره با یه رئیسی جنایتکار آدمکش مشهور از قتل عام کنندگان دهه 60 تا به امروز، همدست کسانی که با حکم خمینی در زندان ها 140 هزار جوان ایرانی و از همه افکار، اندیشه ها، فکرها، دانشجو، کارگرای سندیکالیست، کارگرای شوراهای شرکت نفت، همه کسایی که اون زمان هویتی داشتن، تشکیلاتی میتونستن سامان بدن تا یک کشور دموکراتیک درست بشه، رژیم اسلامی نابود کرد. پس شاهزاده به عنوان یک فردی که وظیفه تاریخیش رو انجام داده، انجام داده. حالا اون کسانی که در داخل ایران در آتش دارن میسوزن، آتشی که این رژیم اسلامی از جهنم ضحاک بدتر آفریده، اگه ضحاک در افسانه های ما سر 2 جوان رو میبریدند و مغزش رو به مارهای شانه های ضحاک اشغالگر میدادند، الان ضحاک علی خامنه ای که روزانه 20-30 نفر، 100 نفر با یه شلیک به یک هواپیما 176 نفر و در یه جنگ دروغونی که خمینی را انداخت و اینا ادامه دادن، هزاران، صدها هزار نفر را بین میبره در زندان ها، همینطور اینها به اصطلاح در طول این 42 سال نقاب از خود چهرهشون کندند و نیازی واقعا نداره که کسی لنگ فراخوان دادن باشد و بهانه بخواد پیدا کند که آقا اگر کسی فراخوان ندهد من مثلا کاری نمی کنم. کارا خیلی کوچیکه، شما با خانواده خودت صحبت بکن، به عنوان وظیفه انسانی، یک وظیفه عادلانه که ما پای صندوق های این رژیم نباید برویم، رژیمی که طبق آیه های قرآن زنان رو اصلا آدم حساب نمی کنه، اونها رو مزرعه مردان می داند، به مردان این حق رو می دهد طبق آیه های قرآن شخ بزنن زنان رو، و از اون طرف زنها رو از حتی ارث و بقیه چیزها به 1/4 و به 1/8 میفرستد حق و حقوقشون رو، و از طرفی میگوید شهادت هیچ زنی به تنهایی در هیچ محکمه و یا دادگستری قابل شنیدن نیست، زنانی که هر مردی میتواند طبق آیین اسلامی هر چند تا دلش بخواد زن صیغه‌ای بگیرد و 4 تا هم عقدی بگیرد و حقوق این زنها چه میشود اصلا معلوم نیست. رژیمی که به زنها میگوید بیایید صیغه بشوید و صیغه خانهاشو در مشهد و قم و تمام شهرهای مذهبی راه انداخته، از کشورهای همسایه آدم میآورد و رسما ژتون فروشی میکند برای زنان و دختران فقیر و محروم و گرفتار شده ایران که خود رژیم این بلا رو سرشون آورده و یک فاحشه خانه رسمی اسلامی درست کرده در مقابل تایلندی که شرق آسیا بوده در منطقه غرب آسیا. آیا در چنین رژیمی اصلا زنها باید برون رأی بدهند با این بلاهایی که آیین قرآن و اسلام به سرشون میاره؟ خب این صحبت ها رو که میتونن با هم دیگه بکنن.
کارگری که اصلا بله لازم نیست به تظاهرات کنه. آیا حقوق ما که الان کردن مثلا 2,300,000 تومن، تازه برای 10% کارگرا، 90% کارگرا اصلا قرارداد کار تو ایران ندارن. یعنی دختر و پسرای اصلا بهشون 300,000 تومن میدن تو زیرزمین ها برای کفاشونم جنس بدل ساختن، و تازه انواع اقسام سوء استفاده رو ازشون میکنن. آخه باید چه رأیی بدی؟ به چی رأی؟ به بدبخت شدن؟ آیا در این 42 سال که این رأی ها رو یه عده فریب خورده بودن از اسلام، از خدا، عکس خمینی رو در ماه دیده بودن، هر بار که شما رأی دید وضع زندگی بهتر شده یا بدتر شده؟ نمونه دلاره 6 تومن و 8 هزار که اصلا خیلی ها معنیش الان نمیفهمن. وقتی ما میگیم 6 تومن و 8 هزار یا 68 ریال یعنی چقدر؟ یعنی آدم های زیر 40 سال اصلا ندیدن ریال رو. بعد حالا اون دلار رو رسوندن به یه چیزی حدود 24 هزار 25 هزار تومن، یه مدتی تا 32 هزار تومن هم رفته بود بالا. خب دست مزدی که 63 تومن و 5 هزار بود سال 57، الان شده است مثلا در روز یه چیزی حدود مثلا 23 هزار تومن. اون نرخ دلار رو اگه حساب بکنی از 68 ریال رسیده است به 23 4 هزار تومنی که خودشون میگن. چند هزار برابر شده. دستمزد مطابق اون انقدر برابر شده، یعنی حداقل اگر اون 2000 برابر میشد، مثلا میشد 2000 تا 7 تومن، مثلا میشد 4000 تومن 20، یعنی 3000 برابرش میشه یه چیزی حدود 20000 تومن. دستمزد هم آیا اینقدر بالا رفته؟ هزینه زندگی، اجاره خونه، نداری، کودک های کار و خیابون، فقر و مسکنتی که کشور رو گرفته، مهاجرت مردمی که رژیم وادار میکنه از خوزستان، بندرعباس، بوشهر، سیستان، بلوچستان، کرمان همه کنده بشن برن از بیابی، بیکاری، بینونی و همه بیان کجا؟ اطراف این شهرهای مثلا بزرگتر. یعنی تمام ایران خالی شده، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، جمعیت های میلیونی وحشتناک. و بعد کی جواب میخواده در این بیغوله ها، حاشیه نشین ها؟ نه آب دارن، نه برق دارن، نه آموزش دارن، نه درس. یعنی همون فقر و فلاکتی که در روستاهای دست بوده به شکل فشرده و وحشتناک در حاشیه شهرهای بزرگ به وجود اومده. مواد مخدر، غارت، دزدی، غارتگری که تو حکومت بوده مردم رو بی ایمان کرده، مردم رو بی اعتقاد کرده. میلیون ها پرونده است توی این بیدادگستری و رژیم اصلا رسیدگی نمیشه. بله. ماموران همه شدن رشوه خور، اختلاس بگیر. بله. فسادی که خامنه ای میلیارد میلیارد میکنه و هزاران میلیارد میکنه، و مثلا خبر من دارم 30 تن طلا در همین چند ماه گذشته با هواپیماهای سپاه و ماهان از فرودگاه پیام پریده از ایران اومده بیرون. 30 تن طلا در شرایطی که مردم اینجور فقیرن. این کجا میره؟ به حساب کی میره؟ این فرودگاهی مثل پیام و اینا که دست سپاه هست، اینها چی میبرن، چی میارن؟ موشک میفرستن به سوریه؟ اصلا داستانیست. آیا این مملکتی که اینا به این روز در آوردن، حتی رفتن و یه دونه رأی به اینها دادن، آیا شریک شدن در جنایت هایی که کردن؟ کشتارهای آبان، کشتارهای دهه 60، کشتار کارگرها، شلاق زدن کارگری که اومده میگه آقا حقوقمو بده، ما رو شریک نمیکنه در این جنایت ها؟ به هر حال این شرایط خب باعث شده امسال خوشبختانه تا اینجا خود آمار حکومتی ها نشون میده که 76% شرکت نمیکنن، 15% هم مردد هستند. و این آمار از درون خود سیستم حکومتی اومده. یعنی تازه این آمار مردمی نیست که میاد خودش بین 10% دوباره قرار می، و حکومتی که این پایگاه مردمی رو داره یعنی هیچی نداره، و ما باید آماده برکناریش باشیم. و این راهی نداره به جز این که این همبستگی در نیروهایی که در خارجن، از شاهزاده تا بقیه کسایی که سیاسی هم شورا دارن، مراکز همبستگی ایجاد کردن،
در همین همایش های مشترک کنار هم میشینن با عقاید مختلف، ولی در یک موضوع مشترک، بر کناری رژیم اسلامی و استقرار یک حکومت دموکراتیک و انسانگرا با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اجرای اون به طور برابر برای زنان، مردان و همه تیره و تبار مردمان ایران زمین از هر طبقه اجتماعی که حداقل ما کارگرا با داشتن سندیکاهای آزاد، احزاب آزاد، بتونیم به شکل قانونی از حقوقمون دفاع کنیم و نذاریم 10 برابر زیر خط فقر زندگی اکثریت مردم ایران برود. آمین. با تشکر، با تشکر آقای منصور انصاری عزیزم، تقریبا در انتهای وقتی هستیم که با شما می توانیم باشیم. آقای منصور انصاری، با توجه به اینکه همه آگاهیایی که فرمودید نسبت به شرایط سختی که در ایران هست و همچنین موقعیتی که نظام اسلامی داره، در فکر و اندیشه این هستیم همه ما، حتی شبکه محبت نیز سالهاست این آگاهی رسانی رو میکنه، هم نسبت به ماهیت اصلی خود انسان که برگرده تو اون جایگاهی که به خاطرش آفریده شده، هم به خاطر سرزمین عزیزمون ایران همیشه این فعالیت داشته. به طور خاص برنامه امید جاودان در این موقعیت بودیم و ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش عمل خواهد کرد، مردم ما رو یک دل میکنه، همون اتحادی که شما فرمودید تا با هم در یکدلی بیستیم، همه در کنار هم، دوش و دوش هم، بتونیم شاهد سرنگونی نظام اسلامی باشیم. در انتهای وقت هستیم، از سمی جان میخوام اگر مطلبی سوال داره. بله، میخواستم ببینم که منصور جان، شما خودتون میخواین مردم چیکار کنن؟ مردم تو این شرایطی که هستن نقش مردم چیه و باید چیکار کنن که تو این مسئله که الان قرار دارن، مخصوصا رئیسی که من با اینکه از ایران اومدم بیرون و اصلا ایشون رو نمیشناسم، ولی جنایت هایی که ایشون کردن و الان دارن میگن، تشویق میکنن مردمی که برن به ایشون رای بدن، شما از مردم چی میخواین؟ چه جوری باید با این مسئله مبارزه بکنن؟ چی کار بکنن مردم؟ این که فریب نخوریم، رئیسی و خامنه‌ای و روحانی و احمدی نژاد و جسمانی و خاتمی و هیچ فرقی با هم ندارن، تمام اینها به نوبت کشور ایران رو به این وضعیتی که الان در آمده انداختن. در نتیجه مهمترین کار اینه مردم این آگاهی رو پیدا کردن، همین که با همدیگر گفتگو بکنند و همین که هر پروژه‌ای که رژیم اسلامی میگوید انجام بدهید انجام ندهند. همین، اصلا لازم نیست که مردم بیان جانفشانی کنند، خودکشی کنند، تو خیابون بجنگن. فعلا این مرحله سازماندهی فکری است. همین که رژیم بایکوت بشود و پروژه های سیاسی شکست بخورد و در انتصاباتش کسی شرکت نکند و همه مردم همینطوری که الان با شجاعت مادران، خانواده ها، دلاوران دارن نشون میدن و میان تو میدون و میگوین نه به رژیم اسلامی، دیوار نویسی میکنن، شعار نویسی میکنن و از همه مهمتر با هم گفتگو میکنن و پلیدی های رژیم رو به هم نشون میدن، فریب نخورند. تمام این رژیم، همه افرادش، همه جنایی که ظاهرن میگن یکی هم و همه به دستور ولایت فقیه طبق اصل قانون اساسی، اصل 110، تابع ولایت فقیه هم و هیچ کسی خارج از دستور ولایت فقیه هیچ کاری نمیتونه بکنه و انتصابات همیشه داشتن، هرگز انتخابات در روز اول نبوده است طبق قانون اساسی خودشون. بزرگترین کاری که مردم میکنن این رو بدونن و دیگر هیچ کار دیگری انجام ندن که رژیم میگوید انجام بدهید، اونو انجام ندهند. همین. بسیار عالی، بسیار عالی. با سپاس از اینکه آقای منصور انصاری عزیز، میدونم چقدر در شما مشغولیت هایی دارید نسبت به فعالیتتون برای مبارزه با نظام اسلامی، ولی لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید. مشروط بر اینکه مطلبی هست در انتهای وقتی با شما داریم، خوشحال میشیم از شما بشنویم. نه، من دیگه باید برم به کارهای دیگه هم برسم. همین که این همبستگی و نه به انتصابات و نه جمهوری اسلامی پیش آمده و مردم رو میلیون میلیون به همبستگی رسونده، ما پیروز هستیم و گام‌های همبستگی تشکیلات سیاسی هم داره پیش میره و من به مردم امید میدم که این پیروزی خیلی نزدیک است و باید ادامه همین مقاومت مدنی، یعنی هر چی رژیم میگه رو ما انجام ندیم و نافرمانی مدنی بکنیم، ما رو به پیروزی میرسونه. با اجازه شما من یه بدون میگم و خداحافظی کنم.
فیض خدا با شما باشه، خدا دست پرزور نگهدار. مسیح خیلی خوشحال همراهتون. شدم منصور جان. شما رو به دستان خدا میسپارم. بدرود. بازم سپاس. بدرود. بدرود. خب خدا رو شکر میکنیم. همه افکار و انگیزه ما، همچنین شبکه محبت و برنامه امید جاودان در طول سالها حقیقتا همین بوده. ده. عزیزان بتوانیم دستی باشیم برای آگاهی، برای اطلاعات، تا در این مسیر زندگی خوب و سالمی داشته باشیم. مسلما گاهی وقتی در برابر شرایط سخت قدرت تاریکی که مثل جمهوری اسلامی هست می‌نویسیم، یه خورده احساس میکنید شاید ما تلخ میشیم، تلخ میشیم به خاطر اینکه دلمون از درد که مردم امروز اسیرش هستن در رنج هست، تلخی از این رو هستش. اما قلب ما گواه بر این هستش که شما رو دوست داریم، خداوندمون رو دوست داریم و میل به این داریم که عزیزان بتوانیم در کنار هم شاهد زندگی خوب برای همه ایرانی ها، با هر اندیشه، با هر باوری، حتی شیطان پرستا، حتی مسلمانان. مسلمان بودن از دیدگاه من این نیستش که بگم که شخصی مسلمان چون هستش ما مخالف اون هستیم، هرگز. من درباره اسلام صحبت میکنم و اسلام را نقد خواهیم کرد، هرچند خود جمهوری اسلامی اسلام را نقد کرده، داعش اسلام رو نقد کرده دیگه، مگر عزیزانی باشن که میل به این نداشته باشن بخوان آگاه بشن. اگر میل به این داشته باشن، این روزها شرایطی هستش که نشون میده که اسلام عزیزان رسوا شده. اگر به پیروی اسلام میخواییم بریم همین خواهد بود. در طول برنامه سعی میکنیم در این رابطه هم صحبت کنیم، اما میل داریم عزیزان صداهای شما رو بشنویم. میریم بازم به سلیقه اتاق فرمان سرودی رو ببینیم، برمیگردیم. میل به این داریم، اگر موضوعی هست برای دعا، من و سمی جان در خدمتتون هستیم، مشاورین ما در شبکه محبت در خدمت شما عزیزان هستن که براتون دعا کنن. گواهی دارید، لطفاً گواهیاتون رو زنگ بزنید، این مانند بشارته، و اعلام کنید تا آنانی که هنوز قلبشون لمس نشده به حقیقت مسیح و انجیل مسیح بشنون، و چه بسا آنها ایمان بیارن و آزاد بشن از قدرت تاریکی. آمی. اگر سوالی هست بازم خوشحال میشیم سوالات شما رو بتوانیم نسبت به دانش خودمون جوابگو باشیم. میریم برمیگردیم با شما خوبان هست. برمیگردیم. I'm
Shine.